با درود و عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند در همه جای جهان برنامه شامگاهی صفحه که امشب را در قیاب روزنامه های امروز جمعه اختصاص دادیم به بازخانی جنبش دانشجوی ایران در دوران پس از استقرار جمهوری اسلامی که با فراز و فرودهایی مستمر مواجه بود در این میان به طور مشخص در یک تقسیم بندی معین در دو دهه 70 و 80 که با روی کار آمدن دولت های موسوم به سازندگی اصلاح طلب و سپس دولت موسوم به محورز احمدی نژاد مواجه بودیم که اوج افول و سرکوب دانشجویان را نیز در این مقطع شاهد بودیم در برنامه امشب میکاویم و میخوانیم چرایی و چگونگی ظهور و رشد جنبش های دانشجویی در این مقاطع نقش جنبش های دانشجویی در پیشبرد اهداف دموکراسی خواهی ایران همینطور همراهی سایر طبقات اجتماعی با بدنه جنبش دانشجویی و بالاخره تاثیرگذاری و تاثیرپذیری ساختار قدرت و بر مجموعه کنشهای جنبش دانشجویی در ایران مهمان امشب برنامه ایمان علی رزا کیانی از اعضای جنبش دانشجویی پیشین فعال دانشجوی پیشین و همینک عضو گروه دانشجویان و دانش لیبرال ایران است که از واشنگتن به ما ملحق می شود ضمن سپاس از حضور آقای کیانی به برنامه مستقیم به واشنگتن می رویم و درود و عرض ادب داریم خدمت شما آقای کیانی که دعوت ما رو پذیرفتید من هم عرض درود و ادب دارم خدمت شما و بینندگان تلویزیون ایران فردا بی مقدمه میپرسم امسال شاهد بازخیزی نرمی از نشاط سیاسی جنبش دانشجویی بودیم که در دانشگاه های تهران مجموعه مطالبات دانشجویی به شکل و شیوه تا حدودی پیشینی همچون ایام اصلاحات پدیدار شد رابطه جنبش دانشجویی به مسابقه نهادی غیر حاکمیتی با دولت های برآمده در بستر نظام حاکم رو چگونه ارزیابی میکنید تحلیل شما رو میشنویم تا با پرسش های بعدی در خدمتتون باشیم البته درسته که امسال هم در واقع اعتراضاتی وجود داشت و از جمله در دانشگاه تهران در دانشگاه علامه و یا در دانشگاه اگه دانشگاه شهرستان رو هم بخوایم, بخوایم بگیم دانشگاه شهید چمران احواز ولی کلا باید اعتراف کرد که فضای این سالها خصوصا از بعد از خرداد 92 و بعد از سرکوب گسترده سال 88 به هیچ عنوان قابل مقایسه با فضای فعالیت دانشجویی در سالهای پس از دوم خرداد 76 و تا دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیست به نظر من برای پاسخ به این سال ما باید یک نگاه کلی به روند تحولات جنبش دانشجویی بندازیم اگر از دوره قبل از انقلاب اسلامی بگذریم و به بعد از انقلاب 57 و فعالیت های دانشجویی در بعد از اون رخداد مهم در تاریخ معاصر ایران نظری داشته باشیم میبینیم که در طی ده سال اول انقلاب دانشجویان فعال عملا ایجنت و عامل حکومت و در واقع کارگزاران گفتمان حکومت در دانشگاه ها بودند و اون ایده ها رو پیگیری می کردن و به عنوان مثال در انقلاب فرهنگی همگام و همراه بودند و حکومت هم در برخورد با دانشویان دگرندیش هیچ ابایی نداشت و سیستم گزینش که خیلی ها می دونن. و وقتی می رسیم به سالهای ریاست جمهوری آقای رفسنجانی می بینیم که در واقع دانشجویان به دولت آقای رفسنجانی معترضند و فیلمسل به سیاست تعدیل و سیاست های راستگرایانه اقتصادی شد در دوم خورداد 76 که و, و با روی کار بندن آقای خاتمیه که دفتر تحکیم وحدت تغییر ماهیتی و تغییر گفتمانی بسیار کلانی پیدا میکنه و دموکراسی و حقوق بشر از جمله خواسته های اصلی دانشجویان در واقع در دانشگاه ها میشه شما این در دوران خاتمی میبینید که 18 تیر آفریده میشه در دوران خاتمی اعتراض ها گسترده میشه حتی دانشجویان تو حدی پیش میرن که خواهان تغییر نظام میشن اما بعد اما خاتمی و دولت خاتمی هم نمیتونه انتظارات دانشجویان رو برآورده کنه و به عنوان مثال در 18 تیر اتفاقا اعتراض دانشجویان به حالا به زعم خودشون عمل کرده عقیم دولت خاتمی در پاسخ به مشکلات حقوق بشری و موانعی بوده که در سال رای دموکراسی در کشور بوده به همین دلیل شما نماد بریدن جنبش دانشجویی از دولت اصلاحات رو در تحریم انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 میبینید در بعد از سال 84 که دانشجویان تحریم کردن اون انتخابات رو دفتر تحکیم وحدت به مسابقه مهمترین نهاد در واقع جنبش دانشجویی اون انتخابات رو تحریم میکنه و در چهار سال اول دولت احمدی نژاد شما میبینید که دوباره در واقع سرکوب ها گسترده تر میشه و دانشجویان میفهمند که نیازمند این هستند که یک دولتی روی کار باشه که به زعم اونها دولت مزاحم نباشه و در سال 88 با این پیشفرض هستش که به حمایت از کروبی و موسوی برمیخیزند و البته بیشتر کروبی چون کروبی بود که تغییرات رادیکال رو نمایندگی میکرد البته رادیکال در چارچوب جمهوری اسلامی و دانشویان روی کردی اونطور که در بیانیه ی دفتر تحکیم در سال 88 در واقع ما میبینیم دانشویان روی کرد خودشون رو مطالبه محور تعریف میکنند و میگن ما نیازمند یک دولت تسهیلگر هستیم یعنی در اینجا هم در واقع مراقب هستند که این دوم خرداد 76 ناف خودشون رو به یک دولت نبندن ولی میگن که یک دولتی باید دو کار باشه که دولت تحصیلگر باشه چون از سال 84 به بعد شما شاهد در واقع موج روزافزون سرکوب جنبش دانشجویی هستید و ما از سال 84 تا سال 91 چیزی که در واقع در اسناد اومده بیش از هزار مورد ممنوعیت تحصیلی داشتیم ممنوعیت تحصیلی در واقع دانشجویان معترض اصخاهی میکنم همینجا شما رو قطع میکنم یک لحظه اشاره کردید که دانشجویان در مقطعی از دوران اصلاحات در واقع به میزانی از سرخوردگی رسیدن که دورهای بعدی انتخابات رو حتی تحریم کردند. اما آن رویگردانی به روی کرده دوباره به شخصی مثل کرروی دگرگشت شد که در واقع باز نشانه های از همپیوندی با مردان اصلاحات است آیا هژمونی و رقبت اصلی دانشجویان به گفتمان اصلاحات است که به این گونه تصمیم, تصمیم گرفتن که پشت کروبی کر باشند اینکه چرا از کروبی کر حمایت کردن با اینکه در در سال با اینکه در 84 تحریم کرده بودن و همونطور که من گفتم دانشجویان توی اون چهار سال دولت اول احمدی نژاد برخوردهایی که باهاشون شد به هیچ عنوان قابل قیاس نبود با هایی که در طی دولت اصلاحات در طی دو دوره دولت خاتمی با اونا شده بود چون به هر حال در دولت خاتمی هر دو دوره وزارت علوم در واقع وزارت علومی بود که افراد اصلاح طلب در واقع روی حاکم بودند و به همین دلیل برخورد با دانشجویان خیلی سفت و سخت و امنیتی نبود یا حداقل وزارت علوم سعی میکرد جلوی برخورد سفت و سخت نهادهای امنیتی رو در واقع در دانشجویان بگیره و اون رو یه مقدار شل کنه اما در طی چهار سال اول دولت امین نشاد با یک دست شدن در واقع حاکمیت و یا اونجور که سعید حجاریان میگه با از بین رفت حاکمیت دوگانه در دولت جمهوری اسلامی شما میبینید که برخوردها خیلی شدید میشه و دانشجویان از حد اقلی ترین در واقع فضاهای اعتراض محروم میشن چنان که همون سال 83 یا 84 بود در اواخر دولت اصلاحات و اوایل دولت احمدی نژاد بود که دفتر تحکیمی بعدت عملا غیر قانونی میشه انجمنهای اسلامی پی در پی بسته میشن بازداشت ها بیشتر میشه و به همین دلیل دانشجویان فکر میکنن که باید در سال 88 از لزوم روی کار اومدن یک رئیس جمهور میتونم بگم در واقع نه حالا اصلاح طلب بلکه تزیر نظر طلب رئیس جمهوری که در واقع کمتر به نهادهای امنیتی مجال حضور در دانشگاه رو بده یا اجازه حضور رو شده یا جلوشون رو بگیره به اون بابه. ولی یه فرقی داره با سال 76 در سال 76 دفتر تحکیم وحدت عملا یکی از گروه های اجدهگانه جبهه دوم خرداد بود و عملا در واقع خودش رو همونطور که در ده سال اول دانشجویان خودشون رو دانشجویان پیرو به خط امام در واقع تعریف میکردن اینا حالا به طور غیر رسمی خودشون رو دانشجویان پیرو به خط خاتمی تعریف میکردن گرچه زود بریدند و بحث عبور از خاتمی در سال 79 و 80 مطرح شد در سال 88 اگر بیانیه دفتر تحکیم رو به دقت بخونیم خواهیم دید که اینا به هیچ عنوان ناف خودشون رو نبستن به کروبی و موسوی بلکه گفتن ما از کاندیداهای اصلاح طلب حمایت میکنیم این حمایت حمایت انتقادیه و حمایت مطالبه محوره یعنی ما یک سری مطالبات داریم مطالبات خودمون رو وسط میذاریم و از اونا میخوایم که این مطالبات برآورده بشه ما سربازان اصلاح طلبان دیگه نخواهیم بود ما از لزوم ما میخوایم دولتی رو کار بیاد که این دولت یک دولت مثل دولت احمدی نژاد یک دولت مزاحم برای فعالیت های دانشجویی نباشه وگرنه ما فعالیت های خودمون رو داریم خواسته های خودمون رو داریم از این کاندیدایی مثل کروبی که تغییرات رادیکال رو در واقع راهبری میکنه میخوایم که در واقع مزاحمتی برای فعالیت دانشجویی فراهم نکنه به عنوان یک فعال دانشجویی تحلیلتان از روند عمومی فعالیت های دانشجویان به جریان های سیاسی حزبی موجود به کدام سو بیشتر متمایل هست نظر به اینکه به لحاظ تاریخی خب در ایران همواره گفتمان چپ در پیکره جنبش دانشجویی نقش پررنگتری داشت گرایش عمده دانشجویان در این فراگرد در واقع در سالیان اخیر رو چگونه میبینید و تکسر دیدگاهیشون رو چگونه ارزیابی میکنید دو نکته این وسط خیلی مهمه در پاسخ به این سال یکی اینکه دانشجویان رو یک فعالین دانشجویی رو یک دست نپنداریم همونطور که مردم از اخشار مختلفی تشکیل میشن و هر قش بنا به ماهیت و بنا در واقع به منافعی که داره خواسته متفاوتی رو نمایندگی میکنه و ما نمیتونیم از مردم به مسابه یک ارتش همگن سخن بگیم نمیتونیم از دانشجویان هم در واقع اینگونه سخن بگیم ما در دانشجویان در واقع روی های چپ و کمونیستی و سوسیالیستی داریم ما در دانشجویان روی های لیبرالیستی داریم که البته در دهه 80 این روی در واقع متبلور میشه ما در دانشجویان روی کرد های اصلاح طلبانه به معنی دوم خردادی اصلاح طلبانی که در چارچوب جمهوری اسلامی میخوان فعالیت کنند و ما حتی در دانشجویان روی در فعالیت دانشجو روی محافظه‌کارانه داریم ما نمیتونیم دانشجویانی رو که در واقع به حکومت جمهوری اسلامی پایبندی گفتمانی دارند رو فعال دانشجویی ننامیم و نکته دیگه اینکه در واقع شما فعال دانشجویی رو فعال سیاسی حزبی نپندارید احزاب هستن که پلن دارن برنامه دارن دانشجو میاد در دانشگاه میبینه که آزادی آکادمیکش نقض میشه به طور کلی اگه بخوایم در واقع مسئله رو پکیجی مطرح کنیم میبینه که آزادی سنفی نداره خب این این دانشجو میبینه که کی با کی وسط طرفه میبینه که در واقع حکومت جمهوری اسلامی با توجه به ماهیت توتالیتارینسی خودش این دانشگاه در واقع چنگ انداخته و با چون با ساختار کلان قدرت رو به میخواد این ساختار کلان قدرت و این دست سنگین امنیتی رو از دانشگاه پس بزنه و از اونجا که در واقع همونطور که گفتم دانشجویان دانشجوی خ... گفت... جنبش دانشجویی خاصیت نسلی داره اینها لزوما آدمهای دولت مرد سیاست محور بر... آموزش دیده نیستن اینها یک سری آدمهای آرمانگرای آرمانخواهی هستند که به دنبال برابری سیاسی به دنبال در واقع آزادی بیان و موضوعاتی از این دست هستند این یک نکته خیلی مهمه اهداف قایی مطالبات دانشجویی معطوف به چیست یعنی سوالم به طور مشخص این گونه است که در مقطعی از دوران پرفراز و فرود سیاسی سی در جنبش دانشجویی ما شاهد گفتمان عبور از خاتمی هم بودیم که نشان از نوعی ناامیدی به آخرین گذره های نظام بود با این وصف در واقع پرسشم این است که چه میزان از مطالبات فعالان دانشجویی ما به نظام رفرم شده و اصلاح شده رضایت دارند و آیا طبقه و تیف های برانداز هم دست بالا رو پیدا میکنن هر از گاهی؟ قایت فعالیت دانشجویی باید آزادی آکادمیک باشه من دلیل هم براش دارم و این بحث در واقع در باب چیستی جنبش دانشجویی می گنجه. تجربه دوم خرداد رو به عنوان یک تجربه ناکام مثال زد که چگونه دانشجویان خودشون رو فعال سیاسی پنداشتند در دستبندی های سیاسی شکر کردن همونجور که گفتم دفتر تحکیم وعدت خودش رو یکی از گروه های اجدهگانه جبهه دوم خرداد تعریف کرد اما چه دیدیم از دوم خرداد 76 تا 84 و انتخابات ریاست جمهوری 84 رو شما ردیابی کنید میبینید نسبت جنبش دانشجویی با حتی با دولت اصلاح مسیری است از مصالحه تا منازعه با توجه به این توضیحات اخیرتون آیا گمان نمی کنید که نظر به مصداقی هم که در کشور ما وجود داره گمان نمی کنید که حضور پیکره هایی از جنبش دانشجویی در ساختار قدرت مثلا ما نمونه شده مجلس ششم داشتیم هر از گاهی گفتمان تغییر و دگرگونی خواهی رو اونقدر بالا میبره که حتی حفره هایی بر بدنه نظام ایجاد میکنه و اون حفره خود به یک فراگیری در آگاهی و روشنگری شهروندان منجر میشه که ما دو نمونه داشتیم در مجلس ششم که قطعا شما مستحضرید به اون مصادیق بله مثل مثال میشه زد از آقای علی اکبر موسوی خوینی از خانم حقیقت جو میشه مثال زد که اینا در واقع رفتن توی مجلس اما خب شما یه نکته در نظر بگی به نظر من این به این پرسش باید در پهنه کلانتری پاسخ داد و اون پرسش اساسا اینه که آیا روی کردهای اصلاح طلبانه در درون جمهوری اسلامی در واقع منتج به فایده هست یا نه تجربه مجلس ششم نشون داد خیر منتج به فایده نیست من عرض کردم خدمتتون دانشجو میتونه بره فعال سیاسی حزبی باشه یعنی در این حالی که دانشجوه مثل در واقع این دانشجویانی که در ستادهای انتخاباتی استا یا نما... یا کاندیدای اعتدالگرا در واقع فعالیت میکنه میتونه فعال. اما به زعم من من گفتم در تعریف من اون دیگه فعال دانشجویی نیست اون یک دانشجویی است یه فعال سیاسی حزبی است که در عین حال دانشجو نیز هست چون من فکر میکنم سرخوردگی سیاسی که به وجود میاد در نرسیدن به نتایجی که دانشجو مد نظر داره رو جنبش دانشجویی تاثیر منفی میذاره نومیدی گسترده ایجاد میکنه این حرف من صرفا یک تحلیل نیست این یک فکت تاریخی داره عرض کردم شما نسبت دفتر تحکیم وحدت و دانشجویان در واقع دموکراسی رو از سال 76 تا سال 84 دنبال کنید دانشجویان فکر میکردند که دولت اصلاح طلب و دولت آقای خاتمی دولت اوناست و فکر میکردند که در واقع مطالبات اونا رو نمایندگی میکنن در حالی که اشتباه میکردن مثالی که مثال 18 رو میشه زد چرا در 18 در واقع خیلی از دانشجویان هنوز به تلخی یاد میکنن از عدم واکنش مناسب دولت خاتمی و به خاطر اینکه اساسا دولت خاتمی قرار نبود مطالبات جنبش دانشجویی رو نمایندگی کنه به دلایل فراوان از جمله اینکه اساسا مطالبات جنبش دانشجوی ایران دموکراسی حقوق بشر آزادی بیان و آزادی آکادمیک اکادمیک مطالباتی نبودند که در درون جمهوری اسلامی بتونه برآورده بشه نقش پیشروانه جنبش های دانشجویی در هدایت و رهبری اهداف دموکراسی خواهانه در یک کشور البته خاصه در ایران مد نظرمه و پیوند جنبش دانشجویی با دیگر گروه های مدنی چه گونه هست به تعبیری از چه ظرفیتی برخوردار هست در تعامل با سایر گروه ها و پیشروانه بودن در هدایت و رهبری ببینید جنبش دانشجویی اساسا زایده بحرانه این نکته خیلی مهمیه یعنی شما جنبش دانشجویی مثل جنبش دانشجویی در ایران رو در یک کشور غربی مثل آمریکا و انگلستان نمی‌بینید جنبش دانشجویی می 68 در فرانسه یک زایده یک بحرانی در بحران سیاسی در اون کشور بود و در ایران بسیار بیشتر در واقع طور به خاطر همین وقتی بحران رفت بشه شما جنبش دانشجویی رو هم میبینید که اساسا دیگه ماهیتش زیر سوال میره جنبش دانشجویی که تغییرات رادیکال سیاسی میخواد به عنوان مثال شما فرض کنید که یک دولتی در ایران رو کار بیاد که به دانشگاه آزادی آکادمی که خودش رو بده به اساتید اجازه بده که رئیس دانشگاه رو خودشون انتخاب کنند دانشجویان مطالبات سنفی خودشون رو آزادانه پیش ببرن و و و و و آیا جنبش دانشجویی متولد میشه آیا اصلاً،, آی اصلا نیازی به جنبش دانشجویی هست نیازی نیست از منظر شما با این تعریف شاید اما از منظر من اینگونه نیست چون دانشجویان ایرانی که در 20 سال اخیر به طور مشخص هزینه میدهند به کلیت ساختار سیاسی و به دیکتاتوری حاکم در نظام ولایی فقاهی اعتراض دارند و به اعتراضات نگاهی تا حدودی فرادستی و فربهتر دارند روی کرده مطالب محور حد اکثری بیشتر به چشم میاد و این خانش شما از کنش دانشجویی نوعی روی کرده کاهنده هست از منظر بنده خب اساسا نظام ولایی به آزادی آکادمیک در تناقضه شما چگونه شما یک بگونه ای سوال می کنید که فکر می کنید که انگار امکانش هست که در نظام ولایی آزادی آکادمیک داشته باشیم و اگر آزادی آکادمیک به وجود بیاد پس دانشجو دیگه به نظام ولایی اعتراضی نداره من این گونه اصلا فکر نمی کنم فکت و تحلیل یعنی هر دو سوی مسئله به ما نشون میدن که اساسا آزادی آکادمیک در نظام ولایی امکان پذیر نیست بیایم بالاتر آیا وجود یک جامعه مدنی قوی با مفهوم ولایت فقی جمع شده نیست به هیچ عنوان و آزادی آکادمیک بخشی از یک جامعه مدنی قوی است یعنی من اینطوری بگم که شما اگر به نظر من در جمهوری اسلامی شما اگر آزادی آکادمیک رو بگیرید چون که صد آیت دعوت هم پیش ماست مطمئن باشید اون موقع نظام ولایی دیگه در کار نیست چون نظام ولایی است که داریم میبینیم چه دست سنگینی داره رو دانشگاه تو بحث از علوم انسانی و کار حتی به تغییر سرفست رشتههایی چون علوم سیاسی کشیده شده موج اخراج اساتید موج بازنشستگی اجباری اساتید رو دارید شما میبینید رؤسای دانشگاه های بزرگ در کشور امنیتی هستن عملا شما میبینید که در واقع با نظر مثبت نهادهای امنیتی است که یک رئیس دانشگاه منصوب میشه و روی کار میاد شما در همین قضیه امسال دانشگاه علامه میبینید که در دانشگاه علامه هنوز 16 آذر هنوز مراسم برگزار نشده گاز اشکاور پخش کردن و آقای حسین سلیمی رئیس دانشگاه اومد به دانشجویان گفت مراسم نیمه کاره لب شد آقای حسین سلیمی رئیس دانشگاه اومد گفت من با متخلفان برخورد خواهم کرد اما سوال اصلی اینه که اون متخلفان کیان که رئیس دانشگاه اینا رو که میگه من حالا با دوربین ها رو میبینیم و در واقع برخورد میکنیم اون متخلفان که میتونن گاز اشکاور بیارن تو دانشگاه و بر... این... یعنی من میخوام بگم که دانشگاه آنچنان در چنبره نظام توتالیتر حاکم اسیره که شما اگه آزادی آکادمیک که خودتون رو به دست بیارید من بهتون قول میدم که اساسا اون موقع دیگه نظام ولایی هم وجود نخواهد داشت که به اون معترض باشید من باز در سال 88 در سال 89 وقتی بازداشت شده بودم به من عملا گفت که دیگه هیچ نهاد دانشجوی مستقل و معترضی نباید وجود داشته باشه بحثش کلا نمی بود یعنی تصمیم نهادهای امنیتی بود یکی هزینه بسیار بالای فعالیت دانشجویی پس از سال 88 یکی نومیدی دانشجویان از ایجاد تغییرات رادیکال در کشور تغییرات رادیکال سیاسی در کشور و یکی اینکه به نظر من اساسا با توجه به خاصیت نسلی بودن جنبش دانشجویی گفتمان عوض شده و انگار یک سیاست برای خیلی از دانشجویان و آزادی آکادمیک آزادی ی دانشگاه و از این دست مسائل برای دانشگاه دیگه خیلی مهوریت نداره این س... این سه بحث به نظر من یه خورده کمک کرده اه... یعنی یه موجب شده که جنبش دانشجو حالت خموده پیدا کنه اما من بهتون قول خواهم داد با توجه به اینکه خودم دانشجو بودم و با توجه به اتفاقاتی که داره رخ میده اگر در واقع دست سنگین حکومت کمی برداشته بشه از دانشگاه مطمئن باشید که دانشجو بنا به خاصیت آرمان خانه خودش در واقع دوباره این جنبش دانشجویی ظهور خواهد کرد و اون مطالبات رو پیگیری خواهد کرد و من همونطور که گفتم امسال سال قبل میتونیم ببینیم در واقع نشانه هایی که از این وضعیت رو که مثلا دانشجویان استقبالی که از مجید توکلی در دانشگاه شد فل مثلا امسال حضور پیدا کردن من فکر می کنم اینها به تعبیر همه، احمد شاملو همه شاخه هایی هستن که به سوی نور دارن فریاد میکشن وقت برنامه من به پایان رسید بسیار سپاسگزارم از آقای علیرضا کیانی فعال پیشین دانشجویی و عضو دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه های ایران خیلی ممنونم از اینکه در واقع تلویزیون ایران فردا این وقت رو به من داد و ممنون از شما برای این پرسش های افکن از همراهی شما بینندگان عزیز نیز بسیار سپاس که تا اینجای برنامه با ما همراه بودید به روال معمول همه شب همینک از شما دعوت میکنم بیننده برنامه شامگاهی آن سوی خبر باشید که با تازه های از ایران منطقه و جهان همکارانم در استودیوی لندن گزارش های دریافتی رو به آگاهی شما خواهند رساند تا آنگاه شامگاه خوش بدرود